فراگیری زبان در خواب به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد شاید این عنوان به گوش شما خورده باشه و شاید در تبلیغات این تیتر رو دیده باشید و شاید این سوال در ذهن شما نقش بسته باشه که این موضوع چگونه ممکنه مطالعه علمی و یادگیری در خواب و پدیده های مربوط به اون فقط در 50 تا 60 سال گذشته به خصوص از سالهای 1950 به این طرف به طور جدی آغاز شده و توجه دانشمندان رو به خودش جلب کرده مستندات علمی وجود داره که در هنگام خواب مغز شما بدون آگاهی شما در حال پردازش اطلاعاته و این قابلیته که به حافظه شما در حالت بیداری کمک میکنه اثر چه نیادگیری هایی در خواب برای چندین سال مورد بحث بوده مشاهدات پزشکی نشون میده که یادگیری در خواب باعث بهتر شدن و افزایش توانایی مغز انسان در ذخیره سازی فرایندها و سازماندهی اطلاعاتی که در حالت بیداری به وسیله زمیر خداگاه و به شیوه معمولی و مرسوم به دست آوردیم. با وجود این مطلب تا کنون نظریات متفاوتی در مورد امکان این موضوع یا رد این موضوع بیان شده. طبق تحقیقاتی که صورت گرفته مغز انسان در موقع خواب هم امکان یادگیری داره. و از طرف دیگه مخالفان این موضوع بر این باورن که خواب کمتر از 8 ساعت در شبانه روز بر پروسه یادگیری تاثیر منفی خواهد گذاشت و کیفیت یادگیری رو پایین میاره. مطالعات دیگه نشون میده که در پروسه یادگیری خداگاه و یادگیری مرسوم مغز انسان تنها 5 درصد از توان خداگاه خودش رو صرف یادگیری میکنه و از 95 درصد دیگه استفاده ای نمیکنه. طبق تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته و نتیجه آزمایش های متعدد بر روی افراد مختلف این نتیجه به دست اومده که 50 تا 60 درصد افراد شرکت کننده در آزمایش از این روش نتیجه گرفتن و میزان تسلطشون بر موضوع مورد آزمایش بیشتر شده. بیایید با دید خوشبینانه به این موضوع نگاه بکنیم و فرض کنیم که این تئوری صحیحه و پاسخ میده. با دید خوشبینانه که فراگیری در خواب ممکنه و طبق گفته دانشمندان موافق با این موضوع این تکنیک به صورت مستقیم با زمیر ناخودآگاه شما در ارتباطه و باعث میشه که پس از مرور و تکرار مطالب در هنگام خواب آگاهی و دانشی بیشتر از قبل به اونچه در خواب مرور کردید پیدا کنید تکنیکی که از اون صحبت میشه مرور دوباره اونچه در طول روز فرا گرفته اید در خوابه و زمانی که در حال استراحت هستید البته همونطور که گفته شد مرور مطالبی که برای شما و مغز شما آشناست و نه مطالبی که برای مغز شما کاملا جدید و تازه است مطالبی که در طول روز با اونا سر و کار داشتید و اونا رو تمرین و تکرار کردید رو میتونید به عنوان یک رفرنس و منبع در هنگام خواب استفاده کنید به نظر شما جالب نیست بخوابید و چند بار دیگه تکرار رو تمرین کنید بدون شک بسیار جذاب و وسوسه کننده است اما نتیجه تاثیر و درستی و نادرستی این موضوع رو به تمرین و آزمایش خود شما میسپارید بعضی از افراد با وجود سر و صدا در اطرافشون ممکن خوابشون نبره و یا اینکه اذیت بشن البته با آزمایش و تمرین به این پروسه عادت خواهید کرد و از طرفی با آزمایش و تکرار این تکنیک نتیجه اون رو روی خودتون متوجه خواهید شد که آیا این تکنیک در مورد شما هم پاسخگو خواهد بود یا نه بیایید خوشبین باشیم چیزی رو که از دست نخواهیم داد نیازی به سرمایه گذاری هم که نداره میتونید صدای خودتون و یا یک فایل شنیداری رو برای گوش کردن در موقع خواب استفاده کنید بهتره که به جای شنیدن چند موضوع و چند فایل تنها یک موضوع یا یک فایل رو بارها گوش بدید. میتونید لیست فایل برای پخش تو کامپیوتر یا موبایل دستگاه MP3 خود درست کنید و در ترکیب قرارگیری فایل ها موسیقی ملایم و دلچسبی نیز در خلال فایل های آموزشی قرار بدید. اما ترجیحاً آغاز پروسه یادگیری در خواب رو با یک موسیقی ملایم که آرام بخش و خواب شروع کنید. به هر حال اینم روشیه و طبق تحقیقات دانشمندان موافق با این تئوری تاثیر اون روی افراد مختلف متفاوت بوده. پیروز باشید